تلفات و خشونت‌ها در عراق از 100 نفر گذشته. معترضان در خیابان، مقام‌های حکومتی سراسیمه. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم این اعتراض‌های خونین سازمان یافته است؟ با یک تحلیلگر اسرائیلی در تل آویو صحبت می‌کنیم، کسی که از یک انقلاب در عراق خبر می‌دهد با گرایش‌های مخالف ایران. و یک آگاه به مسائل سیاسی و اقتصادی عراق که حرف از دخالت‌های بیرونی می‌زند از مثلث سعودی، اسرائیل و آمریکا. همچنین در برنامه امشب خروج چین از طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی، رفتن سرمایه‌گذاران خارجی چه تأثیری بر صنعت نفت و گاز ایران دارد. از یک تحلیلگر امور انرژی می‌پرسیم که ایران می‌تواند با توان داخلی کار را به سامان برساند. بازگشت بردهداری به دنیای مدرن، دست کم 40 میلیون نفر قربانی کار و ازدواج اجباری هستند. و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای حوادث نردگان در غرب ایران. مقام‌های محلی میگویند اعتراض‌ها کار ضد انقلاب است. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. با کشته شدن دست کم 18 نفر در طول شب در عراق، شمار تلفات ناآرامی‌های یک هفته اخیر در این کشور از 100 نفر گذشت. فعلا استاندار بغداد برکنار شده. دولت عراق بعد از نشستی فوق‌العاده یک برنامه 17 ماده‌ای را اعلام کرده، شامل مواردی مثل توزیع زمین، افزایش کمک‌های دولت به خانواده‌های فقیر و ساخت صدها هزار واحد مسکونی. علاوه بر شعارهای علیه دولت، معترضان تصویرهایی از رهبران شیعه نزدیک به ایران را پایین آوردند. همچنین گزارش شده که مردان مسلح نقابدار به دفتر شبکه تلویزیونی العربیه متعلق به عربستان سعودی در بغداد حمله کردند. آیا این اعتراضهای خونین عملی سازمانی یافته است؟ چرا ناآرامی‌ها بیشتر در مناطق شیعه نشین دیده می‌شود؟ گروهی که نیروی غالب در ساختار قدرت هستند. بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از شبنم شعبانی. تابوت هایی که در کمتر از یک هفته گذشته بیش از 100 نفر را به گورستان بردند. تنها در طول شب گذشته 18 نفر به قربانیان اضافه شده. حکومت با معترضان به خشونت رفتار کرده. معترضان میگویند نیروهای دولتی آنها را به گلوله بستند. دولت میگوید کسانی از داخل جمعیت به مردم تیراندازی میکنند. واکنشی که معترضان را بیشتر خشمگین کرده. سازمان ملل دیشب خواستار توقف فوری خشونت‌ها در عراق و پاسخگویی مسببین کشتار مردم شد. اعتراض‌ها سه‌شنبه در بغداد شروع شد. بدون رهبری روشن و آنطور که به نظر می‌رسد در اعتراض به وضعیت بد معیشت و ناخرسندی از خدمات عمومی در کشوری با درآمد نفتی بالا. در واکنش دولت می‌گوید یک برنامه 17 بندی را برای اصلاحات اقتصادی به اجرا خواهد گذاشت. ان صوتكم مسموع قبل ان تتظاهر. برنامه‌ای که از جمله اهدافش تامین زمین و مسکن و افزایش یارانه نقدی برای طبقه کم درآمد است. به خشونت کشیده شدن اعتراض‌ها اما ماجرا را وارد مرحله دیگر کرده و موجب نگرانی شده. آدمای اتو کشیده‌ای که توی مجلس میشینن نماینده ما نیستن. ما حزب نمیخوایم. اگه 100 نفر از ما بمیرن دفعه بعد 1 میلیون نفر میشیم. هیچ کدوم از این معترضا به یک حزب یا تشکیلات مذهبی تعلق ندارن. نام ایران، کشوری که در یک دهه گذشته نفوذ غیرقابل انکار در عراق داشته، هم کم در حاشیه اعتراض‌ها شنیده نشده. هرچند راستی آزمایی بسیاری از ادعاها راحت نیست. هذا جواز ایرانی. از جمله این ویدیو که در آن ادعا می‌شود گذرنامه ایرانی کشف شده که متعلق به یکی از سرکوبگران است. شبکه العربیه عربستان هم با انتشار تصاویری خبر داد حین نارامی‌های دیشب افراد مسلح به دفتر این شبکه در بغداد حمله و عده‌ای را مجروح و تجهیزات این شبکه را تخریب کردند.
هرچه هست تا خشم و استیصال عمومی شهروندان عراقی از شرایط زندگیشان فرو ننشیند، بعید نیست که اعتراض‌ها ادامه پیدا کند. به ویژه حالا که جوی خون هم به راه افتاده. شهروندانی که میگویند بعد از تجربه دیکتاتوری صدام، جنگ ویرانگر عراق و تاخت و تاز داعش در کشورشان، سهمشان از زندگی باید چیزی باشد بیشتر از آنچه حکومت برایشان فراهم کرده. شبنم شعبانی، بی بی سی. قیس قریشی، تحلیلگر مسائل حاشیه خلیج فارس اینجا. مسائل قریشی، نارامی های اقتصادی در عراق سالها بوده یا اعتراض های و نارضایتی های اقتصادی، الان شمار تلفات از 100 نفر گذشته، تازه ترین خبرها 104-105 نفر. دلیل این نارامی این دفعه چی میتونه باشه؟ چقدر متفاوته با گذشته؟ حوادث عراق رو توی از سه بعد میشه دید. یکیش بعد داخلیشه، یکیش بعد بین المللیشه، یکیش بعد منطقهیشه. بله، توی بعد داخلی باید در نظر داشته باشیم مصیبت عراق از روزی شروع شد که ارتش آمریکا و انگلیس و یک در قالب یک ائتلاف به عراق حمله کردند، عراق رو اشغال کردند با کمک آقای بریمر. قانون اساسی رو وضع کردند که شبیه به یک شرکت سهامی خاص بود و این سهام بر اساس نژاد و مذهب، مسلک طوایف مختلف عراق تقسیم شد بین عراقی ها. از اون سال تا به امروز یک چرخه فساد در عراق به وجود اومده. این چرخه متاسفانه بخش اصلیش، بخش اعظمش افرادی هستند که امروز مدعی مبارزه با فسادن. دقیقاً بگم آقای مقتدا صدر و جریان صدری و آقای عمار حکیم و جریان الحکمه. ببینید پیش از هر تشکیل هر حکومتی 50% تا 60% از وزرای وزارت‌هایی که پول توشون هست، به قول میانه، مثل نفت، مثل صنایع معادن، مثل وزارت نیرو، سهم این جبهه هست. فرقی نمی‌کنه نخست وزیر کی باشه. ولی مقتدا صدر اعتراض داشته، طرفدارای آقای صدر بارها تا منطقه سبز رفتن. اون فردیه که از نظر خیلی‌ها در داخل عراق نوعی علم مبارزه با فساد رو برداشته. فکر می‌کنید که این تلقی درستی نیست؟ نه، تلقی نه فقط درست نیست، بلکه بسیار غلط و شبهناکه. ببینید آقای صدر در بازی کردن روی چالش ها، روی شکاف ها استادن. قافل، یعنی در تمام این چالش ها شخص آقای صدر، تیار صدر و جریان صدر یک بخشی از مشکله، ولی همیشه در قالب یک اپوزیسیون میاد و پوشش میده. ببینید من وزارت نفت تقریبا از 16 سال از 2003 تا به امروز 10 سال سهم آقای صدر و آقای حکیم بوده. وزارت صنایع همینطور، وزارت نیرو همینطور، وزارت شهرداری ها تمام در نهایت هر چی فساد تو این وزارت ها، هر فسادی هم تو این وزارت ها شکل گرفته، آقای صدر و آقای حکیم بخشی از این جریان بودن. ولی ایشون استاد بازی کردن روی شکاف هاست. قشنگ وقتی که حس میکنه، البته ایشون رویای رهبری عراق را هم در سر میپرورونه. یعنی ببخشید، تأکید شما بر روی جریان صدر معناش اینه که بسیاری از این اتفاقهایی که میفته مستقیم یا غیر مستقیم بدون کمک جریان صدر امکان ناپذیره. ببینید مرتبط است با مقتدا صدر. تقریبا من به جرات میشه گفت که تنها کسی که توان این جمع آوری اجتماعی را در بغداد و در شهری مثل نجف داره آقای مقتدا صدره. یعنی یک محله خیلی بزرگ با جمعیت فوق العاده زیادی رو تحت نظر داره که مستقیم یا غیر مستقیم توان تحشید داره. ولی شما از طرفی هم جایی نوشتید که گویا کشورهای دیگه دخیل هستن، مثل اسرائیل، مثل عربستان، مثل آمریکا. ادعای خیلی بزرگی اگر بگید که جریان صدر با اونها مرتبط هستن. نه، ببینید آقای مارتین اندیک تقریبا 3 سال پیش یک پروژه‌ای رو معرفی کرد به کنگره آمریکا. تو این پروژه نامش هرج و مرج هدفمند بود در عراق. یعنی
قصد آقای مارتین اندیک که سفیر سابق آمریکا در اسرائیل بود، نهایت برای مبارزه با نفوذ ایران دنبال یک درگیری شیعی شیعی در عراق میگشتند و میگردند. به سعودی ها پیشنهاد کرده بود که بخشی از شیعیان که متمایلند به شما رو جذب کنید، حمایت بکنید. آقای صدر حکیم ببینید نمیشه گفت 100% جذب شدن، ولی به هر حال دارن طوری بازی میکنن که یک ور نفع رو سعودی. آقای حکیم البته خب روابط بسیار گسترده و طولانی مدتی با ایران داشته. آقای صدر هم اتفاقا همین ماه محرم در بیت آقای خامنه ای دیده شد. بله به هر حال روابط با ایران دارن، ولی نمیشه منکر نقش سلبیشون در سیاست عراق، در اقتصاد عراق باشه. خبر هم دارم که مدت هاست که ایرانی ها یا جمهوری اسلامی از عمل کردشون ناراضیه، ولی به بهانه هایی، حتی من خبر میتونم بدم، یعنی میتونم اینو بگم که یکی دو بار آقای سید حسن نصرالله وساطت کرده و باعث شده که به چالش کشیده نشه رفت رابطه آقای صدر حکیم با جمهوری اسلامی ایران. اشاره کردید به اینکه گویا یک نقشه اینجا مطرح هست که عراق رو به ناآرامی بکشن، ولی عملکرد خود دولت عراق هم نشون میده، شاخص‌ها همه نشون میده فساد گسترده است، بیکاری گسترده است، رشد اقتصادی اونطور که باید نیست علارغم درآمدهای نفتی. من خودم به عراق سفر کردم، اصلا به نظر نمیاد که یک کشور غنی نفت خیز با مدیریت سالمه. بله موافقم با شما. ببینید مشکل عراق، مشکل عراق دولت رأس حکومت نیست، مشکل عراق نخست وزیر یا رئیس جمهور نیست، مشکل عراق مکونها یا جناهای فاسدی هست که هر دولتی سر کار بیاد مجبور سهام اونها رو پرداخت بکنه. این سهام در قالب وزارتخونه ها و در قالب مدیر کل ها به اونها پرداخت میشه. مشکل بزرگترین مشکل امروز عراق قانون اساسی عراق. تا زمانی که این قانون اساسی ملوک و توایفی عراق رو تقسیم بکنه این مشکل ادامه داره. یعنی اتفاقا آقای عادل عبدالمهدی در یک سال گذشته شاخص رشد اقتصادی عراق رو به بهبود بوده. برقی که در بصره 7-8 ساعت قطع بوده در این یک سال کمتر از 2 ساعت قطعی نداشته. آب شرب مناطق شیعه نشین، یعنی مناطق جنوب شرق عراق امروز دیگه چالش و بحران نداره. ببینید برای همینه که من تصور میکنم مردم معترض هستند و به حق معترضند، ولی باید یاد فراموش نکنیم که شبکه‌های مثل العربیه شبکه، یعنی یک اعتراض به حق رو دارن طور جلوه میدن که ایران متهم اصلیه، ایران باید بره بیرون، در صورتی که واقعیت این که مطالب معترضان مطالب بسیار مشخصی هست در رابطه با فساد، در رابطه با ولی حرف خود شما هم تقریبا اینه که یک درگیری یا یک جنگ قدرت یا ثروت بین شیعی هست. از یک طرف مثلا مقتدی صدر و جریان حکیم و از طرف دیگه گروهایی که شاید نزدیک هستند به ایران. و ضمن اونم نباید فراموش بکنیم که مقتدی صدر در همین شهرک صدر با آمریکا جنگید، نزدیک به عده زیادی از نیروهای خودش رو، عده زیادی از صدری ها کشته شدن و درگیری اونها با دولت هم در زمان آقای مالکی سابقه داره، بیشتر از 1000 نفر از اونها کشته شدن. بله ببینید کارنامه مقتدی صدر از سال 2003 تا 2006 و 7 خب بحثی در رابطه باش نداریم. بعد از این مقتدی صدر و آقای حکیم، من این دو نفر اصرار دارم بر نام بردن از این دو شخص به خاطر اینکه در تمام معادلات عراق بخشی از مشکل عراق هستند. یعنی شما دارید کسایی الان مدعی مبارزه با فسادند که جزء 50% از فساد حاکم در عراق، در دولت، در مؤسسات عراق به گردن آقای صدر حکیم هست، با وزرایی که داشتن، مدیر کلایی که همین الان که ما داریم صحبت میکنیم وزیر دارن، وکیل دارن، یعنی نقش نمیتونن نقش اپوزیسیون رو در عراق بازی بکنن، منطقی هم نیست. مورد دیگه ای هم که هست ببینید یک در بخش منطقیش تحلیل من اینه که سعودی ها باختشون در یمن رو
به دنبال یک طوری جبرانش در عراق هستند. یعنی زمزمه های توافق و صلح در یمن و همزمان با این زمزمه ها دمیدن در آتش فتنه و تفرقه در عراق، به نظرم سعودی ها یک نظری دارن که جنگ رو از یمن منتقل بکنن، جنگ با ایران به زعم خودشون از یمن منتقل بکنن به ایران و به عراق. عذر میخوام. و این میاد از طریق آقای حکیم و طرفداران آقای صدر قابل انجامه؟ آقای موسوی اینطوری عرض کنم خدمتتون، ببینید در یکی دو سال گذشته آقای صدر و آقای حکیم هر قدمی که برداشتند بیشتر از اون که به نفع عراق بوده به نفع سعودی ها بوده. یعنی در اصرار بر دولت آقای حیدر العبادی، اصرار بر بقای آقای حیدر العبادی، که آقای حیدر العبادی به طور مشخص چرخشی داشت سمت سعودی و آمریکا، و امروز هم توافقی با آقای عبادی دارن که دولت آقای عبدالمهدی رو ساقط کنن و آقای عبادی رو دوباره برگردونن. متشکرم از قیس قریشی، تحلیلگر مسائل حاشیه خلیج فارس، اینجا در استودیو با ما. اما از ادی کوهن، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک بگین سادات در تل آویو، پرسیدیم که تنش‌ها در عراق را چطور می‌بینند. خب همونطور که در سالهای اخیر شاهد بودیم، این یک انقلابه. مردم عراق از فساد سیاسی و دزدیده شدن بنزین کشور توسط ایران خسته شدن. اونا دارن همه چیزشون رو میدوزن. ما در اسرائیل فکر میکنیم که ایرانی ها فقط دشمن یهودی ها و اسرائیل نیستن، بلکه اونا رو دشمن دنیای عرب میدونیم. اونا سوریه و عراق و یمن و لبنان رو اشغال کردن. ملت بزرگ عراق حالا به ایران میگن که شما رو از وطنمون بیرون میندازیم. مردم عراق ترسی ندارن. من تصاویر و ویدیوهای اعتراضات رو دیدم. مردم شعار میدن ایرانیا بیرون بیرون. ما اسرائیلیا با افتخار اینا رو میبینیم. آقای کوهن، ولی ضمن اون به دفتر العربیه هم حمله شده، دفتر تلویزیونی که از طرف عربستان سعودی تقویت میشه، و همینطور گفته شده که شعارهای علیه بعضی از کشورهای دیگه هم داده شده. چه شواهدی دارید که فقط اعتراضی به ایران تلقی بشه این اعتراض؟ خب اولا در عمل مشخصه که نیروهای شبه نظامی ایرانی دارن مردم عراق رو به کشتن میدن. ارتش و پلیس نیستن. میبینیم که نماینده ایران مثل اصحاب اهل حق و هشت شعبی، همه این گروه های شبه نظامی وابسته به ایران دارن مردم عراق رو میکشن. در ویدیوها میشنویم که شعار میدن ایران بیرون بیرون، و دیدیم که عراقی ها کنسولگری ایران رو در بصره آتیش زدن. همچنین من خودم در توییتر خیلی فعالم، و اونجا دیدم خیلی از عراقی ها میگن دیگه تحمل سلطه و دخالت ایران رو ندارن. در نتیجه همه میدونن که مسئولیت این انقلاب با ایرانه. That Iran is the responsible of this revolution. بسیاری از تصاویری که دیده میشه از عراق، اعتراض‌ها به وضعیت معیشتی، اعتراض‌ها به بیکاری، اعتراض‌ها به فقر گسترده است، اعتراض‌ها به فساد سیستماتیکی است که گفته میشه در حکومت عراق هست. فکر نمی کنید که دلیل اصلی ممکنه دلایل اقتصادی داخل کشور باشه؟ بله، اما دلیل این فساد چیه؟ نفوذ ایران. میدونیم که بسیاری از نماینده‌های شیعه مجلس عراق مثل نوری المالکی و خیلی از نمایندگان شیعه دیگه به ایران وفادارن. این رو هم میدونیم که ایران روزانه نفت کرکوک رو میدزده. میدونیم که این شبه نظامیان نماینده ایران هستن و در مراکز فرماندهیشون عکس‌های رهبرای ایران، خامنه ای و خمینی نصب شده. اینا وفاداریشون به ایرانه، نه به عراق. مشکل همینجاست. وفاداری اونا به رهبر و حکومت ایرانه و نه عراق. ادی کوهن توضیح میداد. در ایران وزیر نفت خبر کنارگیری چین از طرح توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی رو تایید کرده. قرار است شرکت ایرانی پتروپارس به تنهایی این فاز را توسعه بدهد.
یک سال پیش توتال شرکت فرانسوی هم به خاطر تحریم‌ها از بزرگترین قرارداد انرژی ایران بعد از برجام پاپس کشیده بود. بیرون رفتن سرمایه‌گذاران خارجی از صنعت انرژی ایران چه تأثیری بر تولید نفت و گاز ایران خواهد داشت؟ در این باره گفتگو خواهیم داشت. اول گزارشی ببینیم از شیدا هوشمندی. چین از قرارداد 5 میلیارد دلاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی پاپس می‌کشد و جای خود را به شرکت ایرانی پتروپارس می‌دهد. وزیر نفت می‌گوید ایران می‌خواسته برای طرح توسعه این فاز سرمایه خارجی جذب کند و پتروپارس قرار بوده در کنار شرکت‌های خارجی یاد بگیرد و حالا بهترین شرکت ایرانی اکتشاف و تولید برای این کار است. در همه کارهایی که بهش داده شده و قراردادهایی که بستن، هم از نظر زمان هم از نظر مبلغ قراردادی بسیار نزدیک به اونچه که در تعهدش بوده عمل کرده و این خیلی مهمه. ما قراردادهای دیگه داشتیم که زمانشون بیش از دو برابر شده و قیمتشون هم بیش از دو برابر. بالاخره کار تمام میشه. نزدیک به دو دهه است که توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبی معطل مسائل سیاسی است. زمان از دست می‌رود و افت فشار این میدان و کاهش تولیدش در چند قدم است. این تصاویر مربوط به دو سال پیش است. امضای قرارداد توسعه فاز 11 با کنسرسیومی به رهبری توتال قول انرژی فرانسه. و این ابراز خوشحالی وزیر نفت ایران. من این رو تبریک واقعا به مردم ایران میگم، به مقام معظم رهبری تبریک میگم که بزرگترین دغدغه‌شون از نظر من توسعه و عزت و سربلندی جمهوری اسلامی است، به ریاست محترم جمهوری و همه دستاندرکاران. قرار بود توتال 50% سهم توسعه را داشته باشد، شرکت ملی نفت چین CNPC 30% و پتروپارس 20%. یک سال بعد از قرارداد تاریخی، توتال از بیم تحریم‌های آمریکا از پروژه بیرون رفت. جایش را CNPC چین گرفت. اما عمر ماندن چینی‌ها هم کمتر از یک سال بود. چند ماه بعد از خروج پرسر و صدای توتال و همزمان با تشدید تحریم‌های واشنگتن علیه ایران، چینی‌ها چراغ خاموش سرمایه‌گذاری در فاز 11 را متوقف کردند. در همین دولت عمده میدان پارس جنوبی به اتمام میرسه جز فاز 11 که اونم باز ما تلاشمون این است که مرحله اول فاز 11 تا نیمه سال 1400 به بهره برداری برسه با برنامه‌ای که داریم. حالا توسعه فاز 11 پارس جنوبی به یک پیمانکار ایرانی سپرده می‌شود. مشابه این اتفاق در گذشته هم افتاده. در دهه 80 وقتی شرکت نروژی آکر کوورنر به دلیل تحریم‌ها از پارس جنوبی خارج شد، دولت وقت بی هیچ مناقصه‌ای پروژه توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی را به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران سپرد. قرارگاه تجربه‌ای در این مقیاس در صنعت نفت و گاز نداشت و نتوانست پروژه را تحویل بدهد و در آخر اعلام انصراف کرد. کارشناسان انرژی می‌گویند تا 5 سال آینده فشار میدان پارس جنوبی کم خواهد شد و تولید به شدت کاهش خواهد یافت. تا الان افت فشار محسوسی نداشتیم، ولی پیشبینیمون اینه که در 4 سال الی 5 سال آینده این افت فشار در واقع خودش نشون بده. بررسی‌ها نشون میده که هر سال حدود 28 میلیون متر مکعب از تولیدمون از بلوک‌های فعلی کم میشه و باید جبران برای این داشته باشیم که بتونیم اون چشم انداز رو محقق کنیم. ایران نیاز دارد سکوهای فعلی پارس جنوبی را با سکوهای جدید جایگزین کند. برای این کار به سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی شرکت‌هایی مانند توتال نیاز دارد که توان ساخت این سکوها را داشته باشند. شرکت ملی نفت چین هم نمی‌توانست از افت تولید پارس جنوبی جلوگیری کند. مشخص نیست پتروپارس هم این توانایی را داشته باشد. میدان پارس جنوبی بین قطر و ایران مشترک است. قطر سالهاست که با کمک شرکت‌های غربی سکوهای جدید نصب کرده و توانسته در 10 سال گذشته از ایران جلو بزند. ایران طی سالهای گذشته توانسته تولید خود را تقریباً به تولید قطر نزدیک کند، اما کشور همسایه هنوز یک قدم از ایران جلوتر است. قطر حالا برنامه دارد تا تولید گاز از این میدان را حدود 30% بالا ببرد. داستان صنعت گاز ایران از این سطر به بعد تکراری است. ایران که بعد از روسیه بزرگترین ذخایر گاز جهان را دارد، به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌تواند یک بازیگر مهم گاز در جهان شود. شیدا هوشمندی، BBC.
در این باره با دو مهمان صحبت میکنیم، از بُعد فنی با همایون فلکشاهی کارشناس نفت و گاز شرکت تحلیل داده انرژی کپلر از پاریس با ما، و از بُعد سیاسی با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان. اجازه بدید که اول با آقای فلکشاهی گفتگو رو شروع بکنیم. چینی ها از قرارداد خارج شدن، آقای فلکشاهی آیا واقعا چاره غیر از این داشتند؟ سلام و درود عرض میکنم به شما بینندگان محترم. نه ببینید دقیقا نه شما درست میگین، به نظر خودم چینی ها هیچ کار دیگه نمیتونستن بکنن، مجبور بودن که از این پروژه خارج بشن، همونطور که در این گزارش شما بهش اشاره شد. چینی ها این توانایی رو نداشتن که جلوی افت فشار در مخزن پارس جنوبی رو ازش جلوگیری کنن. اما خب شرکت توتال کلن همه رو میکنن که این کار رو میتونست انجام بده، ولی شرکت چینی نه. شرکت چینی ببینید سی ان پی سی هم مشکل بهش مواجهه شد، هم که همون مشکل شرکت توتال جلوش مواجهه شده بود که جلوی تحریم های آمریکا اینا این کار رو نمیتونستن بکنن که ریسک های تحریم های آمریکا رو در نظر بگیرن و این کار رو انجام بدن. خب اگر شرکت سی ان پی سی نمیتونست این کار رو بکنه، نیاز به حمایت شرکت توتال داشت، توان داخلی برای انجام این کار کافی هست برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی؟ ببینید توسعه فاز 11 پارس جنوبی رو میشه در دو بخش مستقل تقریبا تقسیم بندیش کرد. مرحله اولش 100% شرکت‌های ایرانی از جمله پتروپارس میتونه این کارو بکنه، توانایی خوبی پیدا کرد در این زمینه در 15 سال اخیر، چه پتروپارس حالا چه شرکت‌های دیگه ایرانی مثل مهندسی ساختمان صنایع نفت یا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در این زمینه تجربه خیلی خوبی پیدا کردن. مرحله اول رو حتما میتونن این کارو انجام بدن. این مرحله فقط باید شما دو سکو تولید گاز رو بسازین، نصب کنین و عملیاتی شدنشون بکنین. بعدش باید تقریبا 20-30 حلقه چا حرف کنین، دو خط لوله نصب کنین. این کارهایی هستن که شرکت ایرانی 100% میتونن انجام بدن. اما بعد از 5-6 سال بعد از اینکه این فاز به مرحله تولید رسیده و بعد برداری رسیده، اون موقع جلوی افت خیلی مهمی از فشار مخزنیش پیدا میکنه و اون موقع نیازی به فناوری کلا میشه گفت فقط 2-3 شرکت نفتی در دنیا این تجربه و این دسترسی به این فناوری رو داشته باشن که توتال فرانسه یکی از این شرکت ها بود. خب آقای فلکشاهی، اینطور امکان داره که اول مرحله اول رو انجام بدند، یه چند سالی زمان بخرن، بعد اگر احیانا گشایشی در رابط ایران با غرب ایجاد شد مرحله دوم رو اجرایی بکنند؟ دقیقا فکر کنم فعلا پلانی که شرکت ملی داره همین هست. اما خب اگرم به نظر من حوزه سیاسی میان ایران و غرب بهتر نشه، خب شرکت ایرانی هم اونطوری نیست که مثلا بشینن و هیچ کاری نکنن. 100% همین الان در حال حاضر دارن دنبال این کار هستن که توانمندیشون و تواناییشون رو بهتر کنن در همین زمینه. کار خیلی سختی هست، ولی 100% اگر هم در حوزه سیاسی اوضاع بهتر نشوند، شرکت ایرانی هم سعیشون رو میکنن که حداقل یه کاری انجام بدن. به چه موفقیتی این کار انجام میشه فعلا نمیشه 100% جواب این سوال رو گفت. اگه این کار معطل بمونه زیانهای اون برای ایران چیه؟ ببینید شما باید تصور کنید که میدان گازی پارس جنوبی 3/4 گاز کشور رو تامین میکنه، بیش از 1/3 بنزین رو کشور رو تامین میکنه، چون از طریق میانات گازی که همزمان با گاز تولید میشه خوراک پالایشگاه ستاره خلیج فارس هست در بندر عباس. پس بیش از 1/3 بنزین کشور از همین میدان تولید میشه. یعنی از نظر استراتژی انرژی این میدان میشه گفت که بزرگترین اولویت رو داره در انرژی کشور.
و اگر شما بذارید که افت فشار در مخزن این میدان جلو بره و اینکه تولید گاز و معنت گازی از همین میدان کاهش پیدا کنه، خب میشه گفت که چه در فرض کنید در بخش‌های صنعتی، بخش برقی، بخش خانگی، این واقعا یک مشکل عظیمی باید بر روی دولت میاره و هم از نظر تولید نفت، چون بخشی از گازی که از این میدان تولید میشه به عنوان تزریق میشه در مخزن‌های نفتی، چند مخزن‌های نفتی که بتونه فشار این مخزن‌های نفتی رو ثابت نگه داره و تولید در این مخزن‌های نفتی هم، یعنی تولید نفت هم ثابت نگه داشته بشه. به خاطر همین خیلی مهم است. این با هم میشه گفت بزرگترین اولویت انرژی کشور هست در حال حاضر. ممنونم از همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و گاز شرکت تحلیل داده انرژی کپلر از پاریس با ما، و مهدی مهدوی آزاد همچنان با ما. آقای مهدوی آزاد، با توصیفی و توضیحی که آقای فلکشاهی دادند، ظاهرا چاره غیر از این نیست که سپاه پاسداران وارد بشه. آیا این تنها گزینه است؟ بله، ببینید سال 92 93 که به آقای زنگنه آمد و دولت آقای روحانی مسلط شد، به خاطر اون پیشروی بزرگی که سپاه انجام داد، سیاست دولت آقای روحانی مهار کردن سپاه پاسداران بود. اولین تصمیم به آقای زنگنه این بود که از 3 تا پروژه بزرگ سپاه پاسداران رو کنار گذاشت، بعد دستور در واقع معلق شدن اون 4 تا پالایشگاهی که قرار بود تو ونزوئلا و سوریه و اینا ساخته بشه رو داد، بعد از اون قرارداد 1.3 میلیارد دلاری خط لوله ششم انتقال گاز سپاه رو کنار گذاشتن، عملا اخراج کردن. منتها همین آقای زنگنه اسفند سال گذشته در مراسم افتتاح فاز 13 همه، یکی از بخش‌های فاز 13 همه پارس جنوبی، سخنرانی کرد، گفت خیلی ها میخواستن بین ما و قرارگاه خاتم الانبیا سپاه اختلاف بندازن اما ما نگذاشتیم. واقعیت نستش که برای دولت آقای روحانی دیگه الان هیچ گزینه، هیچ چاره جز سپاه پاسداران نداره. سپاه دور قبلی تحریم‌ها زمان آقای احمدی نژاد سال 90 تا اونجا پیش رفت که تونست مخابرات ایران رو بگیره، بخش اعظم پتروشیمی های ایران رو با ائتلاف کنسرسیوم هایی که با قرارگاه اجرایی در واقع یک از مؤسسات وابسته با خامنه ای داشت گرفت. حالا تو این دوره آنچنان داره پیش میره که ظاهرا در بالادست صنعت نفت ایران کامل خودش رو تثبیت بکنه. اونچنان که آقای سعید محمد گفته، رئیس قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، داره میره سراغ صنعت معدن به عنوان آلترناتیو به صنعت نفت. مقام های حکومتی میگن که وقتی چاره نبوده، سپاه در نهایت بد یا خوب از عهده کار بر اومده، حجم کار زیاد. آقای فلکشاهی هم اشاره کردند سپاه میتونه وارد این عرصه بشه و دستاوردی هم داشته باشه. ببینید تیر ماه سال 96 من با خبر دقیق به شما میگم بر مبنای اخبار رسانه‌ای، خبرگزاری ایسنا، موقعی که قرارداد همین قرارداد با توتال و کنسرسیوم توتال و شرکت نفتی چین امضا شد، به نقل از یکی از مقامات وزارت نفت نوشت بزرگترین دستاورد ما، بزرگترین موضوع برای ما همین مسئله کاهش در واقع افت فشار در پارس جنوبی فاز 11 هست که قرار این الگو بشه برای کلیه سایر فازهای پارس جنوبی که اصلا تهدید بزرگ است. او گفت، مقام وزارت نفت گفتش که اینکه ما 5 میلیارد دلار 48 میلیارد دلار سرمایه قرار بگیریم یا قرار 85 میلیارد دلار ایران سود بکنه، اینا موضوعات فرعی است. واقعا نیستش که مسئله اصلی فنی سپاه نمیتونه حل بکنه. ادعا میکنه آقای سعید محمد، ادعا میکنه، منتها پروژه سپاه روی هم رو مقابل ماست. سپاه اساسا تو این جور مسائل عمدتا نقش دلال رو بازی میکرد، یعنی پروژه ها رو میگرفت بعد دست دوم میداد به شرکت های کوچیک. این مسئله اوله. مسئله دومی هستش که موقعی که دولت آقای روحانی سر کار اومد، سال 90 آقای قلعه‌بانی معاون وزیر نفت گفته بود که سپاه 25 میلیارد دلار در صنعت نفت ایران سرمایه داره. دولت روحانی که سر کار اومد، تخمین زده میشد که سپاه 40 میلیارد دلار در صنعت نفت ایران پروژه داره و 30 میلیارد دلار اسمش رو گذاشتن پروژه‌های زخمی، عمدتا در حوزه پتروشیمی 30 میلیارد دلار پروژه زخمی داره، یعنی پروژه رو زده، نه پول هست نه توانش هست و این پروژه ها مونده. پیش بینی اغلب ناظران همین هست که این دوره هم دوباره همینطور بشه، یعنی انبوهی از سرمایه های ملی ایران تبدیل بشه به پروژه های زخمی، نشه درستش کرد نشه ازش عقب نشینی کرد. در چنین شرایطی به نظر میاد که ایران به شدت نیازمند گشایشی در روابط خارجی خودش است، ولی چرا حکومت ایران موضعی بسیار بالا از بالا به پایین داره و خیلی هم تمایلی نداره که مثلا وارد گفتگوها با آمریکا بشه، بلکه شرایط تغییر بکنه؟ ببین این دیگه مشخصات حکومت ایدئولوژیک، مشخصات آقای خامنه ایست. خرداد 88 میلیون نفر تو تهران
در خیابون‌ها بودن، یک کلمه حاضر نشد عقب نشینی بکنه، یه جور دیگه میتونست حل بکنه. این دیگه روحیات حکومت‌های تمامیت‌خواه، اشتباهات کلاسیک حکومت‌های تمامیت‌خواه. خیلی خیلی ساده تر از این حرفا میشد با نرمش، میشد با تعقل، میشد با مراجعه به افکار عمومی، با همین استناد به اصل رفراندوم که در قانون اساسی هست. هزار تا راه وجود داره مسئله رو حل بکنه. این به هر حال در مقابلش لجبازی میکنه آیت الله خامنه ای. مثلا مسئله دومی که نباید فراموش کنیم این هستش که خوشمون بیاد یا نیاد، آقای خامنه ای یه جورایی داره نفع میبره. الان 60% اقتصاد کشور، این باز تخمین رسانه‌های داخلی است، گفته میشه در اختیار بنیادها، ستادها، آستانهای قدس، مؤسسات تحت سلطه آیت الله خامنه ای است. مدرک رسمی وجود نداره، این تخمین هست. خب واضح هست با ادامه این روند 60% عمدتا مالیات هم نمیده، تحت نظارت در واقع خارج از حوزه خودش هم نیست. واضح هست با ادامه این روند خب نقش سپاه باستان خیلی قوی‌تر خواهد شد. سپاه خیلی ارزون تونست مخابرات رو بخره. حالا اگر بتونه به همین ارزانی خودش رو در بالادست نفت ایران در واقع تثبیت بکنه چه غم. و از همه مسئله مهمتر این هستش که یادمون نره این پروژه‌ای که الان داره سپاه اجرا می‌کنه اینا بخش نفت نیست، اینا در واقع تضمین کننده ادامه اشتغال در ایناله. بنابراین این بخش از سپاه پاسداران میتونه نیروی انسانی بیشتری داشته باشه و این یک ابزار سیاسی بسیار بزرگی برای سپاه پاسداران باقی خامنه‌ای در انتخابات ها. اگر اینطور باشه که گویا حفظ شرایط موجود به نفع آیت الله خامنه‌ای هست، ولی نباید فراموش بکنیم که فشارهای اقتصادی در مجموع بر اقتصاد ایران فشار میاره، اقتصاد رو کوچکتر میکنه و همون سهم 60% هم کوچکتر میشه. ببینید موقعی که تحریم ها در واقع آقای ترامپ از برجام خارج شد، دو تا سناریو مقابل ماجرا بود. آمریکا یا تصور میکردن ایران به سرنوشت ونزوئلا مواجه در واقع دچار میشه، یعنی اقتصاد ایران دچار فروپاشی میشه. من خودم در یک وقت مقطعی اینطوری فکر میکردم، ولی ایران دچار ناآرامی های گسترده خواهد شد. بخش بزرگی از کارشناسانی که داخل کشور بودن و حالا شاید نشون میده اونها درستتر فکر میکردن، میگفتن نه ایران دچار سرنوشت ونزوئلا نخواهد شد، دچار سرنوشت کوبا خواهد شد. یعنی ناآرامی داخلی ممکنه نداشته باشیم، مردم بتونن خودشونو ادپت کنن، منطبق بکنن. منتها اقتصاد ایران میره مثل دوران خواب اصحاب کف، سال به سال عقب میره، با صدها سال عقب میره، ناگهان به خودمون میایم میبینیم با دنیا خیلی فاصله داریم. ولی درسته این اتفاق در ایران خواهد افتاد، منتها اگر اقتصاد ایران، اگر پیشرفت ایران، توسعه ایران برای روحانیون ایران مهم بود، شرایط کشور امروز این نبود. من مایلم آخرین جمله رو اختصاص بدم تو این بخش به آقای هاشمی رفسنجانی. در قبل یکی دو ماه قبل از مرگش به صراحت گفت که بخشی از روحانیون نظرش مشخصا احمد جنتی بود. اینها معتقدند توسعه ایران، ثروتمند شدن مردم ایران باعث دور شدنشون از دین میشه و باعث میشه روحانیون سلطهشون از دست بدن. بنابراین بخشی از روحانیون اساسا این دیدگاه استراتژیکیشون هست که توسعه به سبک غربی باعث میشه نفوذشون رو بر جامعه ایران از دست بدن. ممنونم از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان با ما. و اما همزمانی آزادی دو استرالیایی در ایران و یک ایرانی در استرالیا. دیروز مارک فرکین و جولی کینگ، دو شهروند استرالیایی که ماه پیش در ایران دستگیر شده بودند، آزاد شدند. مقام‌های امنیتی ایران گفتند که دلیل دستگیر شدن اونها تخطی از قانون بوده. میگن که اونها با پهپاد از مکان‌های ممنوعه فیلم برداری کرده بودند. این زوج گردشگر استرالیایی وبلاگ نویس هستند و خاطرات سفرهای خودشون رو منتشر میکنن. معمولا هم به کشورهایی سفر میکنن که رسانه ها از این کشورها تصویری منفی ترسیم میکنن. در هر صورت این زوج آزاد شدن و به نظر میاد که در راه بازگشت به استرالیا هستن. حالا از یک دانشجوی ایرانی مقطع دکترا در دانشگاه کوینزلند استرالیا اسم برده میشه که اون هم بعد از 13 ماه بازداشت آزاد شده. فردی به نام رضا دهباشی. اتهام آقای دهباشی این بوده که برای ایران تجهیزات راداری پیشرفته نظامی تهیه می‌کرده. این کار نقض تحریم‌های تسلیحاتی آمریکا علیه ایران محسوب میشه. دولت ایران ارتباط این فرد با نقض تحریم‌ها رو رد کرده. وکیل این دانشجوی ایرانی هم گفته که رضا دهباشی موکلش روی دستگاه‌های تشخیص سرطان پوست کار می‌کرده. آقای دهباشی دومین شهروند ایرانیه که در دو هفته اخیر آزاد شده. قبل از اون نگار قدس کنی، شهروند ایرانی تبار که 27 ماه در آمریکا زندانی بود، آزاد شده. اتهام خانم قدس کنی هم مشابه آقای دهباشی بود، یعنی نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران. نگار قدس کنی هم در استرالیا زندانی بود، بعد به آمریکا مسترد شد. بعضی آزادی خانم قدس کنی رو یک نوع معامله پشت پرده بین ایران و آمریکا تلقی کردند، چون قبل از آزادی خانم قدس کنی یک تبعه لبنانی ساکن آمریکا آزاد شد که به اتهام جاسوسی
برای آمریکا در ایران بازداشت شده بود. این احتمال وجود داشت که آقای دهباشی هم مثل خانم قدسکنی به آمریکا تحویل داده بشه، ولی امروز دادستان کل استرالیا گفت که قضیه استرداد منتفیه. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز در مجلس در مورد آزادی این دو ایرانی اینطور توضیح داد. خوشحالیم که در چند هفته گذشته دو ایرانی خارج از کشور که به صورت غیرقانونی از دیدگاه ما در زندان بودند به درخواست آمریکا برگشتن به ایران. یک ایرانی که در زندان بود به درخواست آمریکا از زندان آزاد شده ولی هنوز اجازه خروج نداره چون دادگاهش ادامه داره به قید وثیقه از زندان آزاد شده و اینها تلاش هایی است که وزارت امور خارجه انجام میده. البته دولت استرالیا ارتباط بین آزادی دو استرالیایی با آزادی دو ایرانی رو رد کرده. هنوز یک شهروند استرالیایی دیگه در ایران زندانیه، کایلی مورگیلبرت که محقق دانشگاه ملبورنه و حدود یک سال قبل در ایران به اتهام جاسوسی دستگیر شد. وزیر خارجه استرالیا البته این اتهام رو قبول نداره. این پرونده ها هر کدوم منحصر به فردند و متفاوت. به گفتگوهامون با دولت ایران ادامه میدیم. اتهاماتی را که او به خاطرشون محکوم شده نمیپذیرم. دنبال بازگرداندن او به استرالیا هستیم. وزیر خارجه استرالیا بود. گفته میشه که بیشتر از 40 شهروند خارجی در ایران زندانی هستند که خیلی از اونها البته تابعیت ایرانی هم دارن. افرادی مثل نازنین زاغری رتکلیف، خانم زاغری رتکلیف بیشتر از 3 سال قبل در ایران بازداشت شد. از نظر بسیاری حکومت ایران از این افراد به عنوان اهرم‌هایی برای چانه‌زنی و کارتهایی برای امتیازهای سیاسی استفاده میکنه. با اینکه بردهداری در همه کشورهای جهان ممنوعه، بیش از 40 میلیون برده در جهان وجود داره که بیشتر اونها هم زنان و کودکان هستند. ایران و افغانستان جزء 10 کشوری هستند که بیشترین تعداد برده رو نسبت به جمعیت خودشون دارن. پرهام قبادی گزارش میده. بردهداری پاهای غل و زنجیر شده و کشتی‌های اقیانوس پیما را به ذهن متبادر می‌کند. قدرتمندترین کشورهای جهان دست کم 300 سال با استثمار فقیرترین انسان‌ها ثروتمندتر شدند. امروز بردهداری در همه کشورها ممنوع است. اما واقعیت این است بردهداری نمرده و شاید از همیشه زنده‌تر باشد. اگر از قرن 15 تا 19 میلادی 13 میلیون برده خرید و فروش شدند، حالا 40 میلیون برده در جهان وجود دارد. برده‌های مدرن. نهاد واکفری میگه این رقم 40 میلیون برده که در گزارشش به اون رسیده رقمی بسیار محتاطان است و رقم واقعی احتمالاً خیلی بیشتر از اینه. از این تعداد عمده اونها زنها و دخترها هستن، 71% کل برده ها و 29% مردها و پسرها هستن. جدای از جنسیت، از هر 4 برده در جهان یکی از اونها کودکه، یعنی 10 میلیون کودک از این 40 میلیون. 25 میلیون نفر به اجبار برای کسانی کار میکنن که یا مزدی بابتش نمیگیرن یا انقدر ناچیزه که به حساب نمیاد. 15 میلیون نفر هم قربانی ازدواج اجباری اند. بذارین مثالی بزنم. دختری رو در نظر بگیرین که بدون خواست خودش و به اجبار همسر کسی میشه. بعد مثلا سر زمین کار میکنه یا قالی میبافه بدون اینکه درآمد حاصل از کارش عاید خودش بشه. این زن برده به حساب میاد. ایران و افغانستان جزء 10 کشوری هستند که نسبت به جمعیتشان بیشترین تعداد برده را دارند. افغانستان با 750 هزار برده پنجم و ایران با حدود 1,300,000 برده دهم است. از نظر مبارزه حکومت ها با برده‌داری مدرن، ایران جزو 5 کشوری در جهان است که کمترین اقدام را برای از بین بردن برده‌داری کرده. در این گزارش دلیل آن نبود اراده سیاسی حکومت ایران عنوان شده. ما میدونیم که کودکان، زنان و پناهجویان به طور خاص آسیب پذیرند. در هر دو کشور ایران و افغانستان از کودکان در بخش‌هایی مثل قالی‌بافی، آجرپزی، خدمات خانگی، تجارت جنسی و گدایی سوء استفاده میشه. برده‌داری مدرن و قاچاق انسان رابطه تنگاتنگ و مستقیم با هم دارند. رئیس سازمان بهزیستی ایران میگوید 92% کودکان کار در این کشور خارجی هستند و 50%شان قاچاقی وارد ایران شدند. اما کودکان ایرانی هم به خارج قاچاق می شوند. اولا خرید و فروش کودکان در شهرهای مرزی همچنان وجود داره. برخی گزارش ها میگه که یک بچه رو بعضی موقع با حدود مثلا 5 تا 10 میلیون تومان
از خانواده ها خریداری میکنند برای اینکه یا همونطور که گفتم به کشورهای حوزه خلیج فارس یا به اصطلاح پاکستان ببرند برای اینکه اونجا مورد سوء استفاده جنسی قرار بدن یا حتی از اونها بیگاری بکشند. بچه کجایی؟ من مازندران. چند سالته؟ سیزده سالشه. حالا اینجا کجاست؟ اما کودکان همیشه قربانی قاچاقچیان نیستند. گاه پای حکومت‌ها و نظامیان در میان است. می‌دونیم که در هر دو کشور به کارگیری کودکان در ارتش و گروه‌های شبه نظامی ادامه داره. در افغانستان از کودکان کم سن و سال حتی 8 ساله برای جنگ، پاسداری در ایست‌های بازرسی، جاسازی مواد منفجره و حملات انتحاری استفاده میشه. گزارش‌هایی هم هست که حکومت ایران به کودک سربازان برای اعزام به جنگ سوریه ادامه میده. حکومت ایران چه در جنگ با عراق و چه در جنگ سوریه به کودکانی که به جبهه ها اعزام میکند افتخار میکند. رهبر ما اون طفل 13 ساله است که خود را به زیر تانج انداخت. ما کودک سربازان و برده های مدرن میدونیم. سازمان بین المللی کار وابسته به سازمان ملل متحد کودکان به خدمت گرفته شده در جنگ های مسلحانه رو از بدترین انواع کودکان کار تشخیص داده و این بردهداری مدرن به حساب میاد، فارغ از اینکه چه کسی مسئول به خدمت گرفتنشونه. برده ها همیشه در میدان های جنگ نیستند، گاهی در میدان های شهرند. قاچاق زنان و دختران برای بردگی جنسی نمونه دیگر از بردگی است. قاچاق زنان و دختران ایرانی از مدت‌ها پیش به اصطلاح وجود داشته. مصادیق اون رو ابتدا در کشورهای حوزه خلیج فارس دیدیم، به طور مشخص در امارات متحده عربی. اون چه که میشه گفت اخیراً دیده شده و گزارش شده قاچاق همین زنان و دختران هست به مناطق جدیدی مثل کردستان عراق و به طور مشخص سلیمانیه. درست است که تعداد برده ها در کشورهای فقیر و در حال توسعه بیشتر است، اما بردهداری در کشورهای غربی هم هنوز به طور کامل از بین نرفته. به علاوه کشورهای ثروتمند با واردات و استفاده از کالاهایی که به دست برده ها در کشورهای فقیرتر ساخته می شود سود می برند. با اینکه بریتانیا رتبه سوم در مبارزه با بردهداری در جهان رو داره، اما از این مشکل مسئول نیست. به منچستر اومدیم تا به یک سازمان مردم نهاد سر بزنیم، سازمانی که همین ماه پیش با همکاری با پلیس بریتانیا تونست یک مافیای 8 نفره لهستانی رو دستگیر بکنه که از 400 نفر بیکاری کشیده بودن. این یه عملیات پیچیده و طولانی مدت بود با همکاری پلیس و آژانس مبارزه با جرایم بریتانیا. 4 سال پیش یکی از فعالان ما وقتی بین نیازمندها غذای رایگان توزیع می‌کرد، بعضی از قربانیان بردهداری مدرن رو شناسایی کرد. هرچه او بیشتر تحقیق کرد، قربانیان بیشتر و بیشتری پیدا شدند. ما اطلاعاتمون رو با پلیس در میون گذاشتیم و این منجر به یه تحقیق گسترده شد و معلوم شد که این مافیای لهستانی تبار از 400 نفر بیگاری کشیده. خوشبختانه ماه پیش این مافیای لهستانی محکوم شدند و حکم زندان گرفتند. من توی کافه نشستم و دارم توی گوشی موبایلم خبر میخونم. ظاهرا کار بدی نمیکنم، اما پیراهنم میتونه در بنگلادش، کاکائو توی این هات چاکلت میتونه در ساحل آج و کوبالت توی باتری این گوشی موبایل میتونه در کنگو به دست کودکان کار و برده ها ساخته شده باشه. بردهداری مدرن معضلی جهانیه و مرز نمیشناسه و حل این مشکل هم راهکاری جمعی و جهانی میطلبه. فرهام قبادی، BBC. رئیس مجلس ایران میگوید که قرار است گروهی حقیقت‌یاب به شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری برود تا درباره ابتلای عده‌ای از اهالی روستای چنار محمودی به ویروس HIV تحقیق کند. همزمان تلویزیون ایران تصاویر عده‌ای را نشان داده که به خاطر شرکت در اعتراض‌های دیروز در لردگان بازداشت شدند. معترضان میگویند عده‌ای از اهالی روستا بر اثر استفاده از سرنگ آلوده هنگام آزمایش قند خون به HIV ویروس عامل بیماری ایدز مبتلا شدند. اما مقام‌های وزارت بهداشت روایت دیگری دارند. گفتگوی داریم با دکتر آرش علایی، ولی قبل از اون گزارش داریم از همکارم فرینه عاصمی. اتهام رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران به سمت افرادی که آنها را ضد انقلاب خواندند. میگویند ردپای سلطنت طلبان و مجاهدین خلق در اعتراض‌های لردگان دیده می‌شود. خدای
این فرمانده سپاه استان چهارمحال بختیاری است که در جمع اهالی روستای چنار محمودی حاضر شده و از آنها خواسته اعتراضهای دیروز را محکوم کند. این کار ناشایسته که امروز در شهرستان لردگان، در مرکز شهر لردگان بود، آیا کار چنار محمودی ها بود؟ آیا مردم چنار محمودی دوست دارن این رفتار را؟ و اعلام انزجار میکنن این مردم خوب این روستایی که جمعیت خیلی خوبی هم دارن، جمعیت بالای 1800 نفر. جان فدای رهبر، جان فدای رهبر. این هم مصاحبه تلویزیون حکومتی ایران است با عده‌ای که میگویند در اعتراض‌های دیروز نقش داشتند. من تماس گرفتن، حتی در فضای مجازی هم خیلی ها پیام دادن که اصلا نمیشناسمشون حقیقتا، که ما اومدیم و در منطقه لردگون دیگه به هر صورت این اتفاق افتاد. معترضان لردگان دیروز دفتر امام جمعه را به آتش کشیدند. آنها در مقابل فرمانداری تجمع کرده و شعار دادند. ماموران امنیتی هم با گاز اشک‌آور آنها را متفرق کردند. اهالی روستای چنار محمودی میگویند عده‌ای از ساکنان این روستا به دلیل استفاده خانه بهداشت از سرنگ آلوده هنگام آزمایش قند خون به HIV ویروس بیماری ایدز مبتلا شدند. 208 نفر تا الان مثبت شده. این گزارشی که میدن همش کذبن. رسانه ها کذب میگن. من خودم یکی مبتلا ام. دخترم هست، خواهرم هست، زنم هست، برادرم هست. اون برادرم هست، بچه برادرم هست. خونه من 8 نفریم. یه خونه. خونه بغل دستین 6 نفرشه. مسئولان اما میگویند این مسئله صحت ندارد. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت گفته به خود مبتلایان گفته شده که چطور به HIV مبتلا شدند، ولی این موضوع محرمانه است و نمیشود به صورت عمومی آن را توضیح داد. این زلزله می اومد بهتر بود تا این همه تو اومد. ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد مبتلایان پیشتر از ابتلا به HIV خبر نداشتند. انتشار خبر ابتلای عده‌ای از اهالی روستای چنار محمودی به HIV تبعاتی هم برای آنها داشته. گوجه‌هامو تو زمین مونده. میگن گوجه‌های شما ویروس داره. آیا کاه سفید هم ویروس داره که از ما نمی‌خرن؟ ما چیکار کنیم؟ آدم خودم پتریشی میمونم. الان مثلا 1000 حرف دنبال مون زده. خب آقا حق نداریم بیاید. کسی که مثلا جفتمون راه میره اصلا نمی‌ذاره باهاش صحبت کنیم. فاطمه سعیدی نماینده مجلس در توییتر عکس نامه بعضی از نمایندگان را منتشر کرده که از کمیسیون بهداشت مجلس خواستند گزارش کاملی از آنچه در روستای چنار محمودی رخ داده به مجلس بدهند. علی لاریجانی رئیس مجلس هم گفته کمیسیون بهداشت با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب موظف شده به این ماجرا رسیدگی کند. اما به نظر می‌رسد هنوز جای آموزش و مشاوره به ساکنان روستای چنار محمودی خالی است. فرین عاصمی، BBC. اشاره کردیم دکتر آرش علایی مدیر مؤسسه بین‌المللی سلامت و آموزش و همچنین کارشناس بین‌المللی ایدز اینجا در استودیو با ما هستن. آقای دکتر خیلی خوش اومدید. یک روایت این است که گویا اعتیاد در این روستا زیاده، اعتیاد تزریقی عامل اصلی بوده. یک عده دیگه هم میگن که گویا سرنگ‌های آلوده بهیاری و بهداری باعث شده. به نظر شما اگر نگاه بکنیم به شواهدی که ارائه شده، روایت کدوم طرف ممکنه درست باشه؟ سپاسگزارم از اینکه منو در این برنامه دارین. من در ابتدا میخوام خدمت شهروندان عزیزی که در اون منطقه روستایی و شهرهای اطراف هستن عرض کنم که اول ما باید با آرامش بتانیم با یک مسئله بهداشتی درمانی پیش آمده برخورد کنیم. از دوستان عزیزی که مبتلا شدن بدانند عزیزان باید در درمان شرکت کنند، درمان بگیرند، و عزیزانی که اطراف اونها هستند در شهرها و ناحیه باید بدانند راه انتقال بیماری از طریق داد و ستد، مثلا میوه هایی که گفتند یا تماس هایی که با هم دارن، صحبتی که می کنند در نزدیکی هم نیست. پس دچار وحشت نشند، با آرامش کامل یک مطالبه بهداشتی خودشون رو بخوان. حالا چه راههایی هست؟ ببینید راه انتقال بیماری کاملا مشخصه. راههای انتقال بیماری، یک، از هر نوع تماس خونی، که این تماس خونی میتواند سرنگ آلوده باشه، که سرنگ آلوده در اینجا پیشفرض افرادی که در اون روستا هستن این بوده که سرنگ آلوده توسط فرد بهورزی که در اون خانه بهداشت این کار میکرده، یا اینکه سرنگ آلوده‌ای که به HIV باشه از طریق اعتیاد تزریقی با اشتراک گذاشتن سرنگ آلوده.
2 راه جنسی که از کاندوم استفاده نشود و 3 مادر مبتلا به فرزندش. حالا ما در این زمان نمیتوانیم دقیقاً بگیم راه انتقال چه بوده است. باید تحقیقات مولکولار سلولی انجام بشه و این نیاز به زمان هست و بعضیاش حتی در ایران انجام نمیشه. پس نکته اول اینه که وزیر محترم وقتی که اعلام کردن رسما راه انتقال روابط نامطلوب یا بین معتادان تزریقی بوده، این یک حرف کاملا غیر کارشناسی بوده، برای اینکه اثبات باید بکنن که اثبات نمیتوانند بکنن. تازه مردم هم که اون پیشفرض داشتن که بهورز عامل آلوده کننده بوده، اون هم نیاز به زمان و اثبات داره. و در هر صورت ما الان وقت رفتن به اون طرف که راه انتقال چه بوده نیست. باید بپردازیم که مردم آرامش باشن، خدمات به اونها ارائه بدیم، خدمات اجتماعی فردی. خدمات فردی اینه که مشاوره باید بشن، یعنی اگر اون افرادی که این تست رو کرده بودن، اون درس هایی که باید میخواندن خوانده بودن، یا مسئولین اون نظارت میکردن، قبل از آزمایش باید مشاوره میدادن، بعد آزمایش، بعد مشاوره. متاسفانه این خدمات هم باید وزارت بهداشت بده. ببینید، از طرف خدمات، کلیه خدمات انجام تست و درمان در ایران رایگانه و من دیدم دیروز وزیر محترم گفتن که ما خدمات رو رایگان میدیم. این خدمات سالهای سال رایگانه و یکی از صندوق جهانی خیلی کمک مالی میکنه به خدمات دارویی. پس این خدمات رایگان بوده و هست، این کار اضافه‌ای نکردن. باید اول برن خدمات اجتماعی به اون منطقه، کارشناس‌ها، من استدعایی که دارم از وزارت بهداشت، دانشگاه‌های ما کارشناس‌های مهمی دارن، کارشناس‌ها برن صحبت کنن با مردم به جای نیروی انتظامی. نیروی انتظامی اون تخصص لازم، لغت‌هایی که باید به کار ببره، ارتباطی که باید با مردم ببره نداره، برای اینه که کارشناس‌هایی که مربوط به روانشناسی اجتماعی و روانشناسی فردی هستن باید برن اونجا صحبت کنن. و خیلی کوتاه دکتر، اینی که گفته شده یک هیئت حقیقت‌یاب میره اونجا، چی رو میخوان کشف بکنن؟ مفهومش چیه؟ ببینید، هیئت حقیقتی ها باید تخصصی باشه، متخصصین باید برن اونجا. نماینده های مجلس خیلی خوبه که ورود کردن به این موضوع، نیروی انتظامی خیلی خوبه که بخواد آرامش بده، ولی این موضوع یک بحث تخصصی است. حق یک فرد، به هر صورتی افراد اون روستا مبتلا شدن، وزیر بهداشت باید پاسخگو باشه و حق اونها خسارت روحی و جسمی است که به اونها وارد شده. حق اجتماع در یک روستا باید از طریق معلوماتی که در آیین‌نامه‌های اجرایی انجام تست هست، اونا تست میدادن، این کار نکردن، بدون اینکه عنوان کنن تست بدن، تست رو دادن. پس این دوتا، و حالا باید بیاد بعد از اینکه کارشناسی میشه، نماینده ها و دادستانی کل. به نظر من دادستانی کل به جای اینکه اون بهورز بدبخت رو بگیرن و افراد برن خونه اون رو داغان کنن، بیاد سراغ اینکه به اعلام جرم کنه بر علیه وزارت بهداشت. سپاسگزارم از دکتر آرش علایی، مدیر مؤسسه بین المللی سلامت و آموزش و کارشناس بین المللی ایدز، اینجا درستید. سپاسگزارم. و ممنون از شما که این برنامه رو تا آخر تماشا کردید. سپاسگزارم. تشریف داشته باشین آقای دکتر. خیلی ممنون. خیلی ممنون.